تو so, سلام برادر خواهرای عزیز اول عید شما را تبریک میگم و خوشحال هستم که امروزم میتونیم با برای تصویر با هم مشارکت داشته باشیم و این عید قیام رو با هم بگذارونیم و همینطور هم جشن بگیریم منم سلام عرض میکنم به تک تک عزیزان و این روز مبارک و فرخنده رو که بنیاد و اصل ایمان هر مسیحی به تک تک شما عزیزانم که باورمند به مرگ و قیام عیسی مسیح هستیم مبارک باد و تهیت میگم شاید برای شما اولین باره که میبینی که الان دو تا پاستورهای شما اینجا جلوی شما هستن و اینجا کلام رو میاریم فقط توی این روزهایی که گذروندیم در کلیسا در روزه بعد دعا بود برای بیداری و همینطورم برای اینکه های خودمون رو تفتیش کنیم و آماده کنیم برای کاری که خداوند در زندگی ما و همینطور هم در کلیسا خواهد کرد و خدا اینطوری امروز هدایت کرده این پیام رساخیز خداوند با هم بتونیم انجام بدیم و به شما خدمت کنیم آمین خدا رو شکر الان میریم توی کلام معمولا توی روزهای قیام ما به گذشته نگاه میکنیم و نگاه میکنیم عیسی مسیح روی صلیب چه کاری کرد و همینطورم چطور مرد و چطور قیام کرد و ما به حال چه نتیجه از این قیام میگیریم و چه چیزهایی دریافت میکنیم فقط امروز خدا اینطوری هدایت کرد که نه به گذشته فقط نگاه کنیم بلکه نگاه کنیم به آینده به چیزهایی که عیسی مسیح دو هزار سال پیش انجام داد فقط چه چه تغییراتی در آسمون اتفاق افتاد معمولا ما هر دفعه نگاه میکنیم و تمرکز میکنیم که عیسی مسیح قیام کرد و الان خدا رو قدرت قدرت گناه رو شکوند و الان ما با عیسی مسیح قیام کردیم قسمت هایی هست که ما به حال در این قسمت بگیم که چه کاری عیسی مسیح برای ما کرد فقط کار خدا و قیامت خدا اونقدر عظیمتره که ما اصلا فکر نمی کنیم و به این خاطر خدا هدایت کرد این هفته که یک فوکوسی بکنیم به آسمون تو آسمون چه اتفاقی افتاد زمانی که عیسی مسیح قیام کرد یا میتونم بگم چه تاثیری گذاشت در آسمون این قیامت مسیح به این خاطر می خواهیم الان بریم در کتاب مکاشفه مکاشفه باب چهار و پنج رو خواهیم خوند با هم دیگه و میخوایم با همدیگه دیگه شباناتتون میخوایم بخوا با همدیگه خدمت کنیم به شما و امیدوار هستم این مطلبم برای شما هم روشن بشه که عظمت خدا کار, کار خدا قیامت خدا چه چقدر چیز با ارزشی و همینطورم هم با ارزش اصلا کلام خیلی ضعیف با ارزش یه چیز عظیمی هست که تا ابد اینجا خواهد موند به این خاطر الان میخونیم در پیدایش مکاشفه ببخشید مکاشفه از باب چهار و از آیه یک یعنی تمام باب رو نصیم میخونه فقط این طبق کتاب مقدس الان اینجا آیه به آیه نمیخونیم بلکه اصلا کلا میخوایم یه تصویری به شما بدیم که تو آسمون چه اتفاق افتاد و الان نسیم میخونه آمین تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود آن تخت نشین ظاهری چون سنگ یشم و عقیق داشت و دور تا دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود و از تخت برقها و صداها و قریب قررش رد و در پیش تخت دریایی از شیشه شفاف چون بلور پیشاپیش تخت هفت مشعل مشتعل بود اینها هفت روح خدایند گرد و گرد تخت 24 تخت دیگر بود و بر آنها 24 پیر نشسته بودند آنان جامعه سفید بر تن داشتند و تاج طلا بر سر و هر یک چنگی در دست داشتند و جامی زرین آکنده از بخوری که همان دعای مقدسان است در اطراف تخت چهار موجود زنده بود پوشیده از چشم و از پس و پیش موجود زنده اول مانند شیر بود دوم مانند گوساله سوم صورتی مانند انسان داشت چهارم مانند عقاب پرنده موجود زنده شیش بال داشتند و دور تا دور حتی زیر بالها پوشیده از چشم بودند و شبان روز بی وقفه میگفتند قدوس 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 است خداوند خدای قادر مطلق او که بود و هست و میآید آن بیست و چهار پیر پیش روی تخت نشین به خاک افتادن و او را میپرسیدند و پیش تخت او تاج از سر فرو میگذاردند و میگویند ای خداوند خدای ما تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو به وجود یافت و به خواست تو آفریده شد آمین زمانی که اینا خوندم چه سناریوی هست چه جلال چه شکوه. نمیدونم چقدر زمانی که این کلام رو میخونین چقدر وارد این روح وارد این صحنه میشیم ما نمیتونیم درست تصور کنیم چون هیچ موقع این, این،, این،, این چیزهایی که یوحنا دیده نمیتونیم تصور کنیم فقط همینطور که نگاه میکنیم اون خدایی هست این خدای آفریدگان که اونجا نشسته و چه شکویی چه جلالی و اونجا با چه این رنگین کامانی که دورش بود و همینطور هم این درخششی که داشت توضیح میده و همینطور هم برخها صداها و و همینطور هم غورش ردا یا رد ردها رد 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 و همینطور دریایی شیشه و همینطور شفاف چون بلور و همینطور هم هفت مشعل مشتعل و این هفت روحای راهی روحایی بودن بعد از این 24 تا تخت رو دیده و روی این 24 تا تخت 24 تا پیران هستند با جامعه سفید اینجا نشستی بودند تاج جلال روی سرشون بود و همینطور هم چنگ ها در دستشون بود و همینطور هم جامعه چیز زرین زرین اکنده و بخور بخورهای دعای دعای مقدسان بود و همینطور هم چهار موجودهایی بود اینو الان تکرار میکنم چون واقعا میتونیم چه چیزهایی اونجا توی, توی, دنیا اتفاق توی آسمون اتفاق افتاد و همینطور هم این موجودهایی که بودن که جلوی خداوند و دور خداوند بودن همینطور هم بر زمین چطور این 24 تا پیران جلوی این خدا افتادن همینطور با زمین و شروع کردن به پرستش کردن و همینطور هم تاجهای خودشون هم آوردن زیر پاهای عیسی مسیح گذاشتن و این بعضی وقتی یه سرودهایی هست که ما این سرود رو میخونیم و همینطور هم میگفتن ای خداوند خدای ما تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خاص تو آفریده شده این یه جلالی بود که جلوی خدای خدای خالق اونجا همه پرستش کردن و یوحنا اینو میدید و زمانی که نگاه میکرد یهو چشمش افتاد توی دست اون خدا و این خدا دید که یک کتابی در دستشه تمرکزش رفت روی کتاب و اینو الان نسین ادامه میده آنگاه در دست راست آن تخنشین توماری دیدم با نوشته هایی بر پشت و روی آن و تومار به هفت مهر مح... هفت مهر مح... ممهور بود و فرشته نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا میداد کیست که سزاوار برداشتن مهرها و گشودن تومار باشد و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین و نه در زیر زمین توان آن را نداشت که تومان را برگشاید یا حتی در آن نظر کند ام. زمانی که نگاه می‌کنم این کتاب رو دیدم و همینطور هم این مهرهایی دیدم گفتم که زمانی که نوشته اصلا هیچ کسی لیاقتش رو نداشت این مهر رو باز کنه گفتم آخر آسون ترین چیزی هست که یک انسان میتونه انجام بده و یه بچه ای میتونه اینو باز کنه چون مهر معمولا از خاک روز و همینطور از, هم از موم اه 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 تشکیل شده یعنی خیلی چیز آسونیه که یک شخص میتونه اینا رو باز کنه فقط یه مثل این که مشکلی به وجود آمد که میگه که هیچ کسی نبود میگه که هیچ کس نه در آسمون بر زمین هیچ کسی نبود که میتونه اینو باز کنه خیلی جالبه که زمانی که ما کتاب رو میخونیم و همینطور از این قسمت فقط خیلی جالبه که در این کهکشان میتونم بگم نه فقط دنیا در کهکشان هیچ کسی نبود که میتونه این مهر رو باز کنه این مهر حاوی مهر فرست فرستنده, فرستنده رو داشت یعنی خود خدا بود که این مهر رو گذاشته با مهر خودش و فقط و فقط یک مخاطب یک گیرنده که اونجا خدا مهیان کرده فقط و فقط او میتونست این رو باز کنه این نیست که فقط یک اسمی نوشته بود که فقط عیسی مسیح میتونه باز کنه بلکه من فکر میکنم یک شخصی بود یک انسانی بود یک انسانی که این دنیا رو غلبه یافته یک کسی بود که این آسمون رو شکونده و وارد ملکوت شده وارد این آسمون شده تنها او میتونست این کار انجام بده من فکر میکنم که اه خود خدا هم همینطور خود خدا هم زمانی که نوش... ن... چیز بود این مهر زده بود من میدونست که چون روبروی شیطانه و خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده و همینطور هم زمانی که نگاه میکنیم که شبیه خودش خلق کرد و چطور شیطان آمد اینجا گول زد و شیطان سقوط کرد به این خاطر این, این ا... ا... انسان هم هست که باید این آسمون رو بشکنه و بیاد و او لیاقتش رو داره این مهر رو باز کنه به این خاطر میخوام دقت کنیم به این در این قسمت که فرستنده به حال خدا بود و مهر خود بر روی گیرنده یعنی فقط یه گیرنده یه کسی که غلبه یافته یه کسی که مرگ رو شکنده و هیچ کسی نمیتونه هیچ انسانی نمیتونه غلبی بیابه و هیچ انسانی نمیتونه چون همه ما گناهکار هستیم به این خاطر زمانی هم که نگاه میکنیم به به این چیز به این کتاب یا به این تومار توی تومار چه چیزی نوشته شده که اونقدر ارزشمند بود که خدا گفته هیچ کسی وجود نداره پس چه چیزی نوشته شده بود اونجا که فقط و فقط گیرنده یک کسی که غلبه یافته یک کسی که آسمون رو شکنده و آمده توی تومار افکار نهایی خدا بود نقشه و هدف خدا راز خدا بود که خداوند از ابتدا نوشته از آن کی نوشته فقط بر حال مهر او اونجا بود اگه یادتون باشه توی کتاب دانیلم اینجا زمانی که خدا به دانیلم تمام این اتفاقاتی که در, زم در, در زمان آخر اتفاق افتاد اه خواهد بیفته و همینطورم هم تر من هم جنگ هایی که خواهد بود و هفتاد تا در مورد هفتاد تا هفته صحبت میکنه و خیلی چیزایی هست که به او تعریف میکنه و یه قسمتی میاد اینجا میگه دانیل چیزایی نشون میده و میگه که ای دانیل اکنون برو زیرا آنچه گفتم تا آخر, آخر زمان فرا برسد مهر شده و مخفی خواهد موند یه چیزی هست که مهر شده شیطان اجازه نداره بدونه یه چیزی بود که مخفی بود و میگه که دیگه کافیه چیزایی نشون دادم دیگه برو الان اینو مهر کن بکسار کنار و این تو این راز میتونم بگم یا نقشه خدا فقط این نه تنها آغاز آغازگر پایان جهان گناهکاران بود بلکه آینده آینده و پادشاهی جدید و ابدی خداوند بود که یک روز خواهد آمد و همینطورم چطور ما انسان خود خدا انسان رو به جلال خودش خواهد اوورد همینطور هم توی این نگاه میکنیم توی این تومار هم همینطور نابودی نهایی شیطان و فرشتگان نوشته بود که این یه چیز خیلی مهمی بود عزیزان که نوشته فقط یک کسی میتونه اینو باز کنه به این خاطر اینجا میگه که هیچ کسی نبود یعنی هیچ قدرتی هیچ روشی هیچ ایدئولوژی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ سیاستی حتی فرشتگان نمیتونن این مهر رو بشکنن به این خاطر در آیه چهار اینجا باب پنج آیه چهار میگه که و یوحنا چه کار کرد؟ زمانی که اینو متوجه شد زار زار شروع کرد به گریه کردن یه درد یه، یک میگن آه، آه یا استرات... چی بود درد عمیق بود که یعنی مثل اینکه تمام امید دیگه از بین رفته هیچ امیدی وجود نداره برای بشریت زارزار گریه کرد و فقط میبینیم که یعنی اینطوری به شما بگم اینا نوشتم مثل اینکه تمام ظلم جنگ هایی که در این دنیا هستن ناعدالتی هایی که در این دنیا هستن گرسنگی در این دنیا هستن قتل ظلم و همینطور بردگی تمام این چیزها خواهد موند و ادامه خواهد داد و داوری نخواهد شد و یه قسمتی تو کتاب مقدس و تو تو همون مکاشفه می‌بینیم که جاهایی هست که مقدسانی که شهید شدن جلوی خداوند اونجا فریاد میکشن میگن خداوند کی تو انتقام رو میگیری کی تو این خونایی که ریخته شده انتقام میگیری و خداوند که صبر کن صبر کن وقتش خواهد رسید و اینجاست که من فکر می یوحنا درد کشید از اینکه هیچ کسی نیست مثل اینکه این دنیا همینطور ادامه بده میتونی همینطور مشکلات تو ادامه بده گناه ادامه بده شیطان کار خودش رو انجام خواهد داد و خدا چون همه چی رو نوشته بود چیز کرده بود توی تومار اونجا مهر زده بود هیچ کسی نمیتونه باز کنه خود خدا بود که نوشته شده و خود خدا هم نمیتونه باز کنه بلکه یک, ف... یک گیرنده میتونست اینو باز کنه و الان میخوایم این دردی که الان یوحنا کشید میخوایم الان ادامه بدیم در این قسمت آیه پنج آیه پنج باب پنج آیه پنج میگه آنگاه یکی از پیران به من گفت گریان مباش اینک آن شیر که از سبت یهودا و ریشه داوود است قالب آمده است تا تومار و هفت مهر آن را بگشاید <applause> سبت یهودا از سبت یهودا ریشه داود نه پیدایش اینجا نه مکاشف است آن شیری که از یهودا است این که از چطور از یهودا چه موسا چیز کرده بود اینو در کتاب پیدایش باب 49 آیه 49 بود که گفت از سبت یهودا یک شیری خواهد اومد که اسای اقتدار او تا ابد فرمان روایی خواهد کرد یعنی داره اشاره میکنه به اقتدار ابدی شاه شاهان عیسی مسیح خداوند آمین و همینطوره ام ادامه میدیم آیه 6 و 7 آنگاه بر دیدم که گویی زب شده باشد ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روح خدایند که به تمام زمین فرستاده شدند خیلی جالبه که الان یوحنا گریه میکنه زارزار گریه میکنه بعد از این این پیران میگن که ببین گریه نکن یک کسی هست که از سبت یهودا یک شیری از سبت یهودا او خواهد آمد یعنی اوست که اینو باز خواهد کرد الان الان تصور کنید خودتون اینجا هستین و دنبال یک شیری میگردین دیگه دنبال یک شیری میگردین شیر قران یه شیری که واقعا اونجا با قدرت خودش اونجا استاده و نگاه میکنی ببینی که واقعا او میتونه اون لایق این 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 مهر رو باز کنه این کتاب رو باز کنه از دست خدا بگیره او گیرنده هست و معمولا ما اینطوری هم هستیم ما سعی میکنیم و نگاه میکنیم که فکر میکنیم یه کسی که لیاقتش رو داره باید باید یه قهرمانی باشه یا چیزی دیدنی باشه ظاهری باشه و فقط میدیدیم که نه الان یوحنا که نگاه میکنه چی رو نمیبینه یک بره زیب یک بره زب شده میبینه قبل از این میگه که شیر یهودا ایسا و مسیح اصلا کلا برعکس رو میبینه یک بره میبینه ضعیف شکسته خونریزی شده و اه هیچ قدرتی اونجا نیست هیچ هیچ میگم که هیچ دندونای تیز وجود نداره که اونجا ایستاده باشه و همینطور هم شروع کنه به, به چیز چه میگه؟ غرش کردن بلکه کلا یک بری میبینه اصلا کلا برعکس این اه, این تصویر یا این اعلامی که هست یا و میگه که آیا واقعا این بری که زب شده واقعا او ادعای حکومت میکنه آیا واقعا او پادشاه پادشاه رب اربابه؟ آیا واقعا اوست که باید تمام کهکشان رو حکومت کنه؟ و اینجاست که آ... آ... یعنی زمانی که مقایسه میکنیم می یک حیوانی که هیچ کس انتظار آن را نداشت او میتونه این تومار رو باز کنه به نظر میآمد که او قربانی بدخواهی شرارت ها شده بود آخ دلمون میسوزه آخ چه بره ای هست چه کاری با او کردن چه دردی کشیده و اونجا شروع می به دلسوزی کردن به این بره و فقط اگر نگاه میکنیم زمانی که عیسی مسیح مرد نباوتی خود پونسیوس پیلاتوس بود که نبوتی این چیز رو آماده کرد این که روی, روی صلیب عیسی مسیح نوشته شده بود جا میگه که عیسی مسیح پادشاه یهودا به سه تا چیز زبان هم اونجا نوشته بود یعنی واقعا میتونم بگم که آیا واقعا یه، یوحنا اینطوری فکر میکنه آیا واقعا شوخی هست این, این چیزهایی که نوشته یه کسی که اونجا مثل بره زب شده آیا واقعا این پادشاه این پادشاه پادشاهان و اینجا هم نگاه میکنه میگه که میگه که یوحنا ایوهن چیز گریه نکن بلکه اون شیر این شیر از سبت یهودا غلبه یافته غلبه یافته غلبه یافته اون نگاه میکنه میگه که یه بره هست بعضی وقت هست که ما اصلا یک تصوری اشتباهی داریم از یک قهرمان و اینجاست که مشخص میشه شخصیت اون بره چی بود نه قدرت او شخصیتش چی بود چرا او الان این لیاقتش رو داشت این مهرا رو باز کنه من بخوام یه کمی خلاصه توضیح بدم که کمی این مکاشفه چون اصلا کتاب مکاشفه یک ادبیات ادبیات خاصی که برای روزهای بحرانی که در اون زمانها اتفاق افتاده بود نوشته شده به خاطر اون وضعیت اختنایی که در اون زمان بود با به صورت ادبیات خاصی نوشته شده که اسمش ادبیات عب... آپوکالیپتیکه که اون قدرتمندان اون زمان نتونن بفهمن در واقع باب چهار و پنج داره یه جوری ایمانداران رو آماده میکنه برای باب شیش تا 16 که داوری های سختی اونجا میاد وقتی ما باب شیش تا 16 رو میخونیم بینیم یه فضای خیلی تار خیلی خفقاناور به خاطر اون حکومت وقتی که اونجا داشت حکومت میکرد یه جوری داره روم و حکومت روم رو نقد و بررسی میکنه همون حکومتی که الان داریم خیلی از زاویه هاشو خیلی از اثراتشو در دنیای امروزمون میبینیم فقط یوحنا داره ایمانداران رو در باب چهار و پنج یک جوری تشویق میکنه در این دوتا باب داره آمادهشون میکنه قبل از اینکه به این داوری ها به این روزهای خفقاناور و پر از ظلمت و تنگی واردشیم داره تشویقشون میکنه یه طوری داره یوحنا میگه ببینید امورات تاریخ رو حاکمان و ظالمان و دیکتاتوران زمانه تعیین نمیکنن یک نفر هست که حرف اول و آخر رو میزنه و اون یک نفر شیریه که از سبت یهوداست یه جوری داره شنوندگانش رو تشویق میکنه که خیره نشن به این روزهایی که در پیشه خیره نشن به این روزهای تار و آور بلکه چشمشون رو بردارن روی اون شیری که از سبت یهود هست همون که پیشگویی شد در پیدایش باب 49 و اونجا بذاریم و یه جوری با یک زبان خیلی رمزالودی داره توضیح میده که ظلم، ستم، این روحیه که میخواد تمامیت انسان رو برای خودش برداره در درون او یک بسرهای فروپاشی نهفته است و هرگز نمیتونه تا ابد ادامه بده حتی اگه به ظاهر خیلی موفق بیاد این حکومت این قدرت میتونه انسانها باشه میتونه این بلایایی که داره میاد اگه چیزهایی رو داریم در زمانه خودمون میدونیم یادمون باشه که بدون قدرت اجازه دهنده خداوند هیچ چیزی پیش نمیاد روی این زمین اتاق کنترل آسمانه و اتاق کنترل رو خدا و بره خدا در دست داره و چقدر زیباست میگه همینجور که پاسور گفت توماری رو اونجا داره راجبش صحبت میکنه که نقشه نهایی سرنوشت بشریت در اون تعیین شده که فقط یک نفر میتونست این توما رو باز کنه که تمامی اراده خدا تمامیت اون فکر و نقشه خدا روی زمین انجام بشه و داره به شخصی از آن اشاره میکنه که با وجود شیر بودن با وجود اینکه وقتی داره میگه شیر داره اشاره به اون قدرت عظیمش میکنه با وجود اینکه شیره با وجود اینکه قدرت عظیم داره ولی داوطلبانه، از اون قدرت خودش استفاده نمیکنه بلکه برده و میخواد اون پادشاهی که خدا براش تعیین کرده به اجرا بذاره یه جوری انگار داره یوحنا برای ما تعریف میکنه پادشاهی عیسی مسیح از ضعف به قدرت شروع میشه انسان برعکس ساختار این دنیاست او کسی که جانشو برای تک تک انسانی... انسانیت داد برای تک تک بشریت داد و انسانها رو باز خرید کرد و از تمامی این خریده شدگان یک حکومت پرشکو پرجلال پایگذاری خواهد ش... کرد و در آخر زمان ما این پیروزی رو پیروزی رو که برعکس این چیزایی که دنیا داره با روب و وحشت به انسانها نشون میده ما نظارگر خواهیم بود برای همین چقدر زیبا که میخواد خداوند این حکومت پرشکوهش رو از طریق خرید شدگان روزی به معرض رویت دید همگان خواهد گذاشت برای همین در مکاشفه میگه که تمامی قدرت، ستایش، حکمت، جلال فقط از آن او چیزی که مکاشفه داره به ما میگه درست برعکس حکمت این جهان، برعکس قدرت این جهان همینطور که در دوباره اول قرنتیان باب دو آیه هشت میگه حکمت پنهانه در اون زعفای صلیب کیه که بتونه خداوند پر جلال اون شیر سبت یهودا رو در صلیب ببینه و پولس میگه اون حکمت پنهان خداست که در سری بیان شده یعنی اون حکمت مخفی رو که خدا پیش از آغاز زمان برای جلال خداوند ما و ما مقرر فرمود اما هیچ یک عزیزان هیچ یک از حکرانانی که الان دارن قد علم میکنن و جلوم میدن در دنیا و به نظر میان که پیروزن ولی در خودشون بس های فروپاشیه و دارن به سوی انهدام حرکت میکنن هیچ کدوم از این حکرانان عصر حاضر حکمتی که روی صلیب بود درک نکردن حکمتی که در قیام خداوند ما رستاخیز خداوند ما که آسمان و زمین و تمامیت کائنات رو تحت تاثیر خودش قرار داد درک نکردن ولی خداوند ما برای دوستداران خودش محبان خودش در کلام خودش آشکار کرده آمین در امکترین تغییر چیزی اتفاق افتاد که این جهان را برای همیشه تغییر میداد در ضعف و تحقیر آمن. این, این شخصیت همون بره بود که لیاقتش رو داشت این مهر رو باز کنه در فروتنی, در فروتنی و ضعف برای قدرت برای قدرت برای باز کردن مهر و مون بود چون عیسی مسیح خودش صد درصد انکار کرد که بتونه اراده پدر رو انجام بده او از حق خودش گذاشت هر چقدر همه حقا رو داشت از حق خودش رو گذاشت که اراده پدر رو انجام بده و همینطورم هم خودش تنها او بود که از این محبت آگاپه استفاده کرد که بتونه قدرت مرگ رو بشکنه به این خاطر او لیاقت اینو داشت که این مهر رو باز کنه الان میخوایم ادامه بدیم از آیه هفت تا آیه ده او پیش آمد و تومار را از دست راست آن تخنشین گرفت پس از آنکه تومار را گرفت آن چهار موجود زنده و آن بیست و چهار پیر پیش پای بره بر خاک افتادن و سرودی تازه به دینسان می سرودن که تو سزاوار گرفتن توماری و سزاوار گوشودن مهرای آن چرا که زب شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت برای خود خریدی و از آنان حکومتی ساختی کاهنانی که خدمتگذار خدایان ما خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد هللویا هللویا و جالبه که زمانی که عیسی مسیح میاد این تومار رو از دست خدا خدای پدرش میگیره همه شروع کردن قبل از این دیدیم که خدا رو پرستش میکردن الان آمدن پیش عیسی مسیح و شروع کردن تمام این فرشته هایی که اونجا بودن و تمام این پیران بودن و همینطور این چهار موجودان شروع کردن و پرستش کردن شک کردن عزیزان اینه قیامت مسیح که ما اینجا جشن میگیریم قیامت یعنی اینجاست که عیسی مسیح روی تخت نشسته و این اقتدار و این لیاقتش رو داشت اینو کتاب رو تو ما رو واز کنه و و همینطور تو ما رو بگیره و همینطور هم باز کنه شکستن مهر موم داوری خداوند نسبت به شیطان فرشتگان او و قدرت های تاریکی اونجا انجام شد به این خاطر نه, تن نه تنها برای داوری بود بلکه همینطور که بود برای ماست که خداوند ما رو خوانده بود همین قسمتی که الان هم خواهیم, خواهیم, خوند که نه اینجا همینطور هم قسمتی بود که از هر هر زبان از هر قوم از هر ملت این آینده ماست آینده ماست که اینجا توی این تومار نوشته بود که به وسیله این قیامت او که خداوند ما رو به اون هدف اون نقشه خودش رو میرسونه و زمانی که نگاه می کنیم که به کتاب فیلیپیان اونجا در این قسمت هم اونجا نوشته بود اینا میتونیم تا تو هم بخونی لیکن. لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید از این جهت خدا نیز را برخیزانید و به قایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمعی نام هاست به دو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در زمین و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر آمین اینجا قبل از اینکه عیسی یعنی پولس که نوی می‌نویسه میگه ذهن مسیح رو داشته باشین که او میگه که لیکن خود خود را خالی کرد و انسان شد و اینجاست که خداوند او را از مردگان برخیزانید و اینجا که امروز هم این جشن رو میگیریم به خاطر اون راهی که عیسی مسیح رفتیم فروتنی که خودش رو داد که خدا او رو برافرازه و نه فقط برافرازه برای یک هدف که این آسمون رو بشکنه و بیاد و این تومار رو ورداره و باز کنه که نقشه خدا رو انجام بشه الان زمانی که این قسمت ها رو میخوندم فکر کردم گفتم که اگه مثال میگم عیسی مسیح یه گناهی میکرد دیگه گناهکار میشد یه کار خودخواهی میکرد فقط یک کار خودخواهی میکرد عزیزان دیگه گناهکار حساب میشد دیگه هیچ موقع نمیتونست اگر میمرد دیگه میرفت تو همون دنیای مردگان و هیچ موقع قیامت نمیکرد فقط فکر کردم گفتم که ای خدا الان این تومار در دست پدر بود و هنوز هم هیچ کسی نمیتونه اینو باز کنه یعنی تمام تقریبا مثل این که مثل این که نقشه خدا حتی داوری خدا روی شیطان باقی میموند نمیدونم تصور میکنی من با این کلام کلنجار رفتم گفتم خدا واقعا چه چی چیزی هست که با قیامت مسیح انجام دادی الان تصور کردم بدبختی ما تقریبا ابدی بود تا یک کسی فقط هیچ کسی دیگه نبود فرشته ها نمیتونن ما رو نجات بدن فرشته ها نمیتونن نقشه خدا رو باز کنن یا هدف خدا رو بگم هدف خدا رو به کمال برسونن به این خاطر یا واقعا در این قسمت دیدم که چه کار عظیمی بود که عیسی مسیح اینجا کرده که با این کار یا با این قیامت با این فروتنی با این همینطور که خودیم خالی کردن از حق خودش گذاشتن چه امیدی برای ما آوردی اوورده اگر نه واقعا یک تراژدی ترا... ترا، میگن؟ بزرگی در نه فقط دنیا در کلا کهکشان به وجود می آمد الان خدا باید من نمیدونم این, 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 تومار خدا کی نوشته شاید در زمانی که شیطان سقوط کرده شاید زمانی که آدم آدم هنو گناه کردم چون خدا گفته که از آدم به شیطان گفته از همون نس نسل این زن یک کسی خواهد آمد سر تو را خواهد کوبید شاید اون موقع این تومار نوشته شده این نقشه خدا نوشته شده شاید قبلا این رو نمیدونم فقط نوشته شده و خدا نوشته برای یک فرستنده یک کسی که غلبه می به این خاطر گفتم که چه کار عظیمی بود و همینطور اینکه نسین هم در این قسمت اینجا خونده میگه که اما هیچ یکی از حک حکمرانان اصر حاضر این حکمت رو درک نکردن زیرا اگر آن را درک کرده بودن خداوند جلال رو مصلوب نمیکردن. کردن. الان طوری تصور کردن گفتم که شیطان آمده این میخا رو ورداشته و میگه که الان تو رو میکشم و الان تو رو میخوب میکنم و هر میگم هر چی میگن ضربه که میزد از داوری خودش رو امضا میکرد و گفتم که خداوند چه حکمتی هست شیطان خودش با کار خودش داوری خودش رو چی میشه به کمار رسوند یعنی با این کار واقعا میگم که اون عشق خدا رو میبینم و همینطور هم محبت خدا رو میبینم و همینطور هم فروتنی عیسی مسیح رو میبینم و بعد از اینکه این این قسمت ها رو الان نگاه کردیم که عیسی مسیح تو ما رو برداشت و همینطور هم تمام افراد شروع کردن به پرستش کردن از قسمت آخر رو میخونیم با مکاشف پنج آیه یازده تا چارده و دیدم و شنیدم صدای موجودهای زنده و آن پیران و بسیاری از فرشتگان را که گردا گردان تخت فراهم آمده شمار آنها از هزاران هزار کرورها کرور بیشتر بود و با صدای بلند چنین می گفتند. آن بره زیب شده سزاوار قدرت، ثروت، حکمت، توانایی است سزاوار حرمت، جلال، ستایش سپس شنیدم هر مخلوقی که در آسمان و زمین و زیر زمین و در دریاست با هر آنچه در آنهاست چنین می سرودند که ستایش حرمت جلال و قدرت تا ابد از آن تخنشین و بره باد و آن چهار موجود زنده گفتند آمین و آن پیران بر زمین افتاده او را نیایش کرد هللویا چه صحنه عالی عیسی مسیح اون بره خدا آمد این تو ما رو گرفت تمام کهکشان جمع شدند تمام فرشتهان تمام این جایی که میگه که شماره این, این فرشتگان هزاران هزاران هزار و کرورها کرور و تمام هر کسی اونجا بود تمام فرشتگان تمام پیران تمام موجودان همه آمدن فقط و فقط شروع کردن او رو پرستش کردن من احساس, احساس کردم تمام واقعا فرشته های در کهکشان آمدن آمدن جلوی عیسی مسیح قبل از این میبینیم که جلوی خداوند خدای پدر اینجا فقط این 24 تا بودن و همینطورم هم موجودهایی بودن پرستش میکردن منظوری نیست که پدر رو کم می، اه، اه، میگن کوچیک. کوچیکش میکنم فقط ارزش مسیح رو ارزش اون بره خدا که تمام کهکشان جمع شدن پس چه کار عظیمی عیسی مسیح کرد که از مردگان برخواست الان تو ما رو گرفت نقشه خدا رو انجام داد از آن این میشه برای من قیامت و آن چهار موجود زنده گفتن زمانی که همه شروع کردن به پرستش کردن گفته آن بره زب شده سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانایی هست و سزاوار حرمت و جلال و ستایش و همینطورم سپاش هر مخلوقی که در آسمون بر زمین و در دریاست با هر آنچه در آنهاست چنین میگویند ستایش و حرمت و جلال و قوت تا ابد از آن تخت نشین و بره باد عزیزان این برای من این هفته واقعا باز شد این قیامت عزیزان این بره خداست که زب شده واقعا لایق اینه که ما پرستشش کنیم و همینطور هم نامشو برم